ماموران اطلاعات و نیروی قدس در سفارت رژیم در بغداد، نویسندگان و خبرنگاران عراقی را با تطمیع و تهدید به همکاری با رژیم و موضع‌گیری علیه مجاهدین دعوت می‌کنند. همزمان با گسترش اعتراضات مردم عراق به مداخلات رژیم آخوندی و بالا گرفتن انزجار عمومی از حملات جنایتکارانه موشکی به کمپ لیبرتی، ماموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در سفارت رژیم در بغداد بار دیگر تلاش می‌کنند تا خبرنگاران و نویسندگان ملی عراقی را با تطمیع و تهدید به همکاری با رژیم آخوندی، فاصله گرفتن از مقاومت ایران و موضع‌گیری علیه مجاهدین دعوت کنند. این ماموران که تحت نظر دشخیم علی نویدی، سرکرده ماموران اطلاعات در سفارت کار می‌کنند، برای جلب اطمینان افراد مورد نظر، ابتدا از طریق افراد عراقی به نویسندگان و خبرنگاران شریف عراقی مراجعه و به آنها پیشنهاد می‌کنند ما به ازای دریافت دستمزدهای کلان در راه اندازی خبرگزاری، روزنامه، سایت‌های خبری سیاسی، برنامه‌های تلویزیونی و نوشتن مقاله به نفع رژیم و علیه مجاهدین شرکت کنند. آنها همچنین تحت عنوان اینکه از نزدیک واقعیت‌ها را به چشم خود ببینند، به ایران دعوت می‌شوند. وقتی این ترفندها مؤثر واقع نمی‌شود، مأموران اطلاعات به تهدید متوسل می‌شوند. صافی یاسری، نویسنده مشهور عراقی، طی اطلاعیه‌ای در 4 اوت 13 مرداد 92 به افشای یکی از این توطئه‌ها پرداخت و نوشت سفارت رژیم و علی نویدی تلاش جدیدی را از طریق دارندگان تابعیت‌های عراقی برای به زانو درآوردن صاحبان قلم‌های ملی و آزاد عراق که حق و عدالت و انسانیت را یاری می‌کنند آغاز کرده است. مقاومت ایران پیش از این نقش علی نویدی را که از سرکردگان اطلاعات آخوندها در بغداد است بارها افشا کرده است. دشخیم مزبور مسئول نقل و انتقال و تأمین نیازهای مزدورانی بود که به مدت 22 ماه به شکنجه روانی مجاهدان اشرف با 300 بلندگو مشغول بودند. وی همچنین بعد از حمله 19 فروردین به اشرف، مزدوران رژیم را در روز 16 اردیبهشت سال 90 به مقابل اشرف برد تا از حمله به مجاهدین در اشرف پشتیبانی کنند. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای توجهات ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان و همچنین توجه احزاب و شخصیت‌های ملی عراقی را به اطلاعیه 4 اوت 2013 آقای صافی یاسری جلب کرده و خواهان محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه سفارت رژیم آخوندها در بغداد و تضمین امنیت جانی و حرفه‌ای خبرنگاران و نویسندگان شریف عراقی شده است. بیانیه صافی الیاسری، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی، درباره تشبثات دیکتاتوری آخوندی برای به کار گرفتن نویسندگان عراقی علیه مجاهدین و مقاومت ایران. طی یک تلاش جدید برای به زانو درآوردن صاحبان قلم‌های ملی و آزاد در عراق که حق و عدالت و انسانیت را یاری می‌رسانند و علیه باطل و ظلم و استبداد و جنایت برمی‌خیزند، وزارت اطلاعات رژیم ایران از طریق سفارت خود در عراق به مدیریت علی نویدی، متخصص در امور اپوزیسیون ایران، با همکاری و از طریق مزدوران جیرخار عراقی خود جهت فریب کسانی تلاش می‌کند که در گذشته در تهدید و ارعاب آنها
شکست خورده است. این همان چیزی است که در مورد من اتفاق افتاد. وزارت اطلاعات رژیم ایران پس از آنکه تلاشش در تهدید به ارجاع من به قضایه عراق و تهدید به تصفیه فیزیکی خودم و خانواده‌ام در سال 2011 شکست خورد، این روزها به تشویق و تلاش برای تطمیع من روی آورده و روزنامه‌نگاری را که همکار و هموطن من است به سراغم فرستاده است تا به من پیشنهاد کار در یک آژانس خبری بزرگ در عراق را بدهد و سفارت ایران از طریق عنصر اطلاعاتیش پاسدار علی نویدی هزینه این طرح را تأمین می کند. این فرد به من گفت آماده مصاحبه با من است در هر کجا که باشم، در پاریس یا اوکراین یا ترکیه و یا مسکو. آنان دستمزدی خواهند داد که من خودم مشخص می کنم. در پاسخ سفارت رژیم ایران از این مزدور خواستم که به من درخواست مکتوب بدهد تا مکتوب هم به وی پاسخ دهم و او فهمید منظورم چیست و شروع به تهدید کرد و گفت پرونده های تو نزد سفارت ایران است و آنها همه چیز تو را می دارند و در جریان فعالیت ها و ترددهای تو هستند و تو را زیر نظر دارند و همه مقالات و نوشته های تو را آرشیو کردند. به این ترتیب آنها پس از اینکه در تلاش برای فریفتن من شکست خوردند به تهدید روی آوردند. از همین روز که من به برادران نویسنده و صاحب قلم ملی هم میهن خودم هوشیاری میدهم کسی که امروز قلم و کشور خود را که بسیار نیازمند قلم ملی و پاک است بفروشد، او همه چیزش را فروخته است. ابتدا وطن و کرامت را و سرانجام ناموس و شرافت را. من این ماجرا را در برابر انظار عراقیان شریف از سران حکومتی و مسئولین و سیاستمداران ملی عراقی قرار می دهم، کما اینکه آن را در برابر سفیر آمریکا و نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و سازمان خبرنگاران بدون مرز و سازمان‌های حقوق بشری دیگر می‌گذارم و سفارت رژیم ایران را متهم می‌کنم که می‌خواهد به شیوه ترور شخص من یا یکی از افراد خانواده‌ام را تصفیه کند. این رژیم همچنین قصد دارد از طریق من نویسندگان و روزنامه‌نگاران میهن‌پرست عراقی را که با دخالت رژیم ایران در امور داخلی عراق مخالفند و با نفوذ و تسلط حکام ایران بر مقدرات عراق و سلب آزادی و کرامت عراقیان مخالفت می کنند و از بشریت و از انسان عراقی دفاع می کنند بترساند و آنها را مورد ارعاب قرار دهد. به این ترتیب رژیم ایران اقدام به سلب آزادی بیان در عراق می کند و مانع از بیان آزادانه عراقیان می شود، همان کاری که در ایران هم می کند. من خواستار تضمین امنیت و سلامتی خودم و خانواده ام هستم و برای هزارمین بار تکرار می کنم که اگر در کشورم با هر گونه حادثه یا تهدیدی مواجه شوم، سفیر رژیم ایران در بغداد متهم است.